به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. یک مقام ایالت رایلند فالتیز آلمان میگوید 28 مجرم افغان که در ماه آگوست از این کشور اخراج شدند برای 5 سال حق ورود به آلمان را ندارند. کاترینا بنز وزیر ادغام این ایالت گفت جامعه رایلند فالتز به جنایتکاران جدی جای برای پناه دادن ندارد. کاترینا بنز وزیر ادغام ایالت رایلند فالتز و از مقامات حزب سبزهای آلمان روز یکشنبه 15 میزان گفت که یکی از مهاجران افغان اخراجی ساکن ایالت رایلند فالتز به جرایم جنسی محکوم شده بود. او اضافه کرد که این مهاجر افغان پس از گذراندن دوره چندین ساله حبس از آلمان اخراج شده است. این مقام آلمانی همچنان تاکید کرد که ایالت رایلند فالز از هر پناهجویی که نیاز به حمایت داشته باشد پشتیبانی خواهد کرد، اما به مجرمان خطرناک جان نخواهد داد. کاترینا بنز میگوید که اصولا این ایالت برای مهاجران اخراجی که وضع مالی خوبی نداشته باشند یک مبلغ معدود را به عنوان پول دستی اهدا میکند که متهم جرایم جنسی مستحق آن شناخته نشده است. پیش از این دولت آلمان با همکاری قطر 28 مهاجر افغان دارای سابقه جرمی را در نوع سنبال اخراج و به افغانستان بازگرداند. حمله یک مهاجر افغان در ماه جوزا به یک گردهمایی در آلمان باعث افزایش فشارها در این کشور برای اخراج مهاجران مجرم شد. منابع در نیمروز میگویند که 3 تن در پی وقوع انفجار در شهر زرنج مرکز این ولایت زخمی شدند. این منابع بر روزنامه 8 صبح میگویند که حوالی ساعت 4 عصر روز یکشنبه 15 میزان یک انفجار در ساحه نقشه شهر زرنج رخ داده است و در پی آن 3 کودک زخمی شدند. وضعیت یک تن از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده است. دلیل این رویداد ناشی از پرتاب یک بم دستی بوده است. مسئولیت این رویداد را تاکنون فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. از سوی هم از کنر خبر می رسد که در پی برخورد یک رنجر طالبان با ماین کنار جاده‌ای در کنر یک جنگجوی این گروه کشته شده است و 6 تن دیگر زخمی شدند. منابع روز یکشنبه 15 میزان بر روزنامه 8 صبح تایید کردند که این رویداد روز یکشنبه در منطقه دره دیوگل رخ داده است. این ماین از سوی افراد داعش کارگزاری شده بود. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. طالبان محلی در کنر تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر باتلر در ایالت پنسیلوانیا بیان کرد که تمام دنیا پیشتر به آمریکا احترام می‌گذاشتند، اما اکنون همه می‌خندند. از گزارش تلگراف، ترامپ در این گردهمایی خطاب به هواداران خود گفت: شما سزاوار دولتی هستید که از شهروندان خود محافظت و به آنها احترام می‌گذارد، از حاکمیت، امنیت و کرامت و آزادی شما دفاع کند. شما سزاوار ملتی هستید که اوضاع را بهتر کند و یک بار دیگر احترام داشته باشد. ما می‌خواهیم مانند 4 سال پیش احترام داشته باشیم. وای اظهار داشت: تمام دنیا به ما احترام میگذاشتند. آنها بیشتر از همیشه به ما احترام میگذاشتند و اکنون به ما میخندند. ترامپ همچنین در این گردهمایی انتخاباتی با انتقاد از عملکرد بایدن و معاونش گفت. رئیس جمهور بایدن و هریس به عنوان معاونش و نامزد حزب دموکرات در انتخابات 2024 به شهر آمریکا آسیب میزنند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.